دهمین روز اسفند ماه برابر با 1 مارس سال 450 پیش از هجرت برابر با 173 میلادی، مهرداد 1 ششمین پادشاه سلسله اشکانیان در اجتماع بزرگان ایران مجموعه قوانینی را اعلام نمود که بر اساس آن حقوق تمام مردم و دولت مردان به روشنی بیان شده بود. بر اساس این قوانین که مورد تایید جمع قرار گرفت، ایران دارای قانون اساسی و 2 مجلس شد که مجموعه این 2 مجلس را مهیستان می گفتند. سال 653 خورشیدی برابر با 1275 میلادی، زادروز شمس الدین محمد ابن احمد ذهبی، محدث و مورخ ایرانی. سال 940 خورشیدی برابر با 1562 میلادی، در جریان عبور رهبر کاتولیکا از منطقه واسی در فرانسه، بین طرفداران 2 مذهب پروتستان و کاتولیک درگیری رخ داد که سبب کشته شدن 23,000 نفر از پروتستان ها گردید و به همین سبب جنگ های مذهبی به انتقام از آنها آغاز شد. سال 1193 خورشیدی برابر با 1815 میلادی، پس از فرار ناپلئون بناپارت از تبعید، سلطنت 100 روزش آغاز شد. سال 1246 خورشیدی برابر با 1868 میلادی، سوزان آنتونی بانوی آمریکایی که نشریه انقلاب را منتشر کرده بود، با دعوت از نویسندگان مبارزی چون الیزابت ستنتون، نشریهش را به منادی حق تغییر نام داد. این نشریه کارش را با دفاع از خواست حق رأی در انتخابات برای زنان آغاز کرد و سپس به سایر حقوق درخواستی بانوان گسترش داد. سال 1249 خورشیدی برابر با 1871 میلادی، با خلع ناپلئون سوم از سلطنت، حکومت سلطنتی در فرانسه پایان یافت. سال 1276 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، جزیره پورتوریکو واقع در اقیانوس اطلس در شمال آمریکای جنوبی که توسط کریستوف کولوم کشف شده بود، به تصرف مهاجمان آمریکایی درآمد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، سفر محمد رضا پهلوی ولیعهد وقت ایران به مصر برای ازدواج با والا حضرت فوزیه، خواهر ملک فاروق، پادشاه مصر. سال 1319 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، نخستین فرستنده غیر آزمایشی رادیو اف ام در آمریکا کار خود را آغاز کرد. سال 1322 خورشیدی برابر با 1944 میلادی، دولت ایران به صورت سمبولیک به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد. سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، کلاوس فوکس، فیزیکدان آلمانی، در انگلستان به جرم جاسوسی اتمی به 14 سال زندان محکوم شد.